وزیر خارجه آمریکا از نظام اقتصادی سرمایه‌داری به عنوان نظام جهان در آینده یاد کرد. آقای پامپئو در یک سخنرانی در کلوب اقتصادی دیترویت در ایالت میشیگان از نقش دیپلماسی در پیشبرد اقتصاد آمریکا صحبت کرد و گفت شرکت‌ها و کارگران ایالات متحده آمریکا در کانون این دیپلماسی هستند. گیتا آرگن از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن با ما است. گیتا، الان اختلاف تجاری آمریکا با چند کشور میدونیم که بالا گرفته، کانادا، مکزیک، چین. تا حالا نظر پرزیدنت ترامپ رو هم زیاد در این باره شنیدیم. از دیدگاه دیپلماتیک آقای پامپئو در مورد مشخصا این رابطه برای ما بگو و این روابط. حتما. آقای پامپئو به خصوص در رابطه با کانادا و مکزیک میگه که نهایتاً این مسائل رفع خواهند شد و مجدداً دو کشور رابطه خوبی خواهند داشت. او هم گفت که معتقده که توازن به هم خورده بود. او گفت شاید اون چیزی که تا حالا بوده مناسب زمان گذشته بوده، اما دیگه الان اینطور نیست و اینکه به این دلیل هست که دولت ترامپ میخواد که این مسائل تغییر پیدا بکنه، تعرفه ها و غیره. سخنرانی آقای پامپئو به نظر می رسید که یک هدفش عمدتاً چین بود، برای اینکه بارها و بارها به طور مثال گفت که اگر آمریکا کالاش وارده نتونن وارد بازارهای بین المللی بشن به چین باخته و چین هست که جای اونو میگیره، یا اینکه باید مراقب چین بود که هر قراردادی میبنده یا هر اقدامی که میکنه در زمین اقتصادی به ضرر دیگران نباشه. و از قاره آفریقا پیام به طور مثال آقای پامپئو اسبورد که الان چین اونجا جای پایش خودش رو محکم کرده، در حالی که فرصت‌های زیادی برای آمریکا هم وجود داره. و گیتا، اگر اشاره کوتاهی هم به محور گفتگوی وزارت خارجه روسیه و آمریکا داشته باشی، خیلی کوتاه. حتما. آقای پامپئو اتفاقا یه اشاره فقط کرد که امروز با آقای لاوروف صحبت کرده، اما بیانیه وزارت خارجه روسیه گفته که در رابطه با کره شمالی و سوریه صحبت کردن و اینکه ببینن کی میتونن که مذاکره و ملاقات دیپلماتیک دو جانبه رو در آینده نزدیک کی برقرار بکنن.